در مجله کارگری این هفته تلویزیون رای کارگر امیر جواهری لنگرودی و محمدرضا شادمونی گفتگوی خواهند داشت پیرامون ضرورت دفاع از استقلال تشکل‌های کارگری. در این گفتگو همچنین به آخرین اخبار مبارزات کارگری در ایران پرداخته خواهد شد، از جمله پیرامون اعتصاب غذای طولانی رضا شهابی و نگرانی‌های ناشی از اون، خبر دستگیری مدیر عامل آذرا، مبارزات مستمر بازنشستگان و دعوت به حرکت سراسری معلمان در 13 مه روز جهانی معلم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به تذکر است که گفتگوی این رفقا چند ساعت قبل از اعلام رسمی خبر پایان اعتصاب غذای رضا شهابی صورت گرفته و طبعا رفقا از این خبر بی اطلاع بودند. با هم به این گفتگو گوش میکنیم. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. در برنامه دیگر از سری برنامه های مجله کارگری با شما هستیم. این بار رفیق عزیزمون محمدرضا شادمونی هم در این برنامه با منه و تلاش میکنیم که ضمن طرح آخرین خبرهایی که پیش روی ماست مکسی بکنیم روی مجموعه این رویدادها و نگاهمون رو با شما بینندگان عزیز تلویزیون در میان بذاریم. سلام دارم به شما رفیق شادمونی عزیز. زنده باشید رفیق امیر عزیز، قربان شما و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. موفق باشید. اجازه بدید خبر رو از وضعیت رضا شهابی آغاز بکنیم، به دلیل اینکه او 50 روزه اعتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته، همطوری که در چند روز پیش در ملاقاتی که با همسرش داشته در چهارشنبه گذشته اعلام داشته که چنانچه در تاریخ 5 مهر به خواست او که پایان بخشیدن به 968 تو زندان و انتقالش به زندان اوینه پاسخ ندن زندانبانانش، او از اعتصاب تر به اعتصاب خوش خواهد رفت. همه ما که در جای جهانیم و اونایی که در درون کشورم، یعنی خانوادش، هم طبقه هاش در سندیکای شرکت واحد، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، اونایی که در پیکره اعتراض چند روز پیش جلوی وزارت کار جمع شدن، همه به همه نگران این وضعیت هم، یعنی رفتن از اعتصاب تر به اعتصاب خوش در شرایطی که او چیزی نزدیک به 50 روز اعتصاب تر رو پشت سر گذاشته. خبردار شدیم که روز سه‌شنبه به دلیل وخامت حالش او رو به در واقع بیمارستان کرج انتقال دادن، 2 ساعت مداواش کردن، دوباره برش گردوندن به زندان رجای شهر. همسرش و فرزندانش که رفته بودن به دیدارش در بیمارستان، اون نتونست اونها رو بشناسه. سندیکا که این خبر رو پخش کرد اعلام داشته که هر خطری که متوجه جسم و جان رضای شهابی بشه، مسئولش دادستانی و حاکمیت جمهوری اسلامی. از این خبر عبور بکنیم، بریم به اون چی که در هیپکو و آذرباد آب در عراق اتفاق افتاد. در جریانش هستید که حرکت بزرگی بوده و اعتراض پشت اعتراض. این اعتراض با توجه به بازخوردی که در سطح وسیع رسانه‌های جهانی داشته و همینطور در سطح شبکه مجازی با انتشار عکس‌ها، یوتیوب‌ها، صداهای کارگران، فریاد اونها، به شهری رو به خودش آورد و ازش به عنوان شورش شهرستان عراق یاد کردن، اونچنان بازخوردش تأثیر از خودش به جا گذاشت که فرمانده عملیات ضد شورش که نیروهاش رو فرمان داده بریزن بر سر کارگران دو بخش هیپکو و آذرآب مجبور شده که بیاد از این کارگران عذرخواهی بکنه در یک گفتگوی در واقع چی میگن باسمه‌ای رسانه‌ای. فراتر از این دولت مدیر عامل آب رو هم بازداشت کرد. خب این مدیر عاملی که این کارگران رو به دلیل نپرداختن حقوقشون اونچنان آسیب کرده که به خیابون بریزن تا این بلا سرش بیاد، اگر با یک دستگیری یک مدیر عامل جمهوری اسلامی بخواد کار رو به هم بیاره، خب بخش وسیع کارگرانی که در سطوح مختلف جغرافیای ایران بر اثر همین عدم دریافت حقوقهای معوقه رودررویی با کارفرما، حالا چه کارفرمای بخش دولتی چه کارفرمای بخش خصوصی و خصوصی دارن، بایستی توی
چیز دستگیر بشن. به قول معروف میگن که گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. باید همه اینا رو یکی پس از دیگری بگیرن. ولی واقعیت مسئله اینه که این گرفتن ها یه جوری خاموش کردن این شعله مشتعل شده در چیزه. خبر دیگری که بقایت نگاه آدم رو به خودش معطوف میکنه که این چند روز پیش در اعلان اومده که هپکو رو در آن واگذار میکنن به مبلغ 10 میلیون تومان. یعنی این سرمایه بزرگی که نیروی عظیم کارگری رو با خودش داره دارن واگذار میکنن. خبرنگاران روزنامه قانون چند روز پیش خبر دادن که جواد مقدم برای 10 شب مداحی در هیئت غریب مدینه تو امیرکلا نزدیک به 1 میلیارد تومان گرفته. یعنی شبی 100 میلیون تومان. اسپانسر این هیئتی که این آدم رو دعوت کرده مدیر عامل تیم خونه به خونه اسمشه. اگر آدم قیاس بکنه پرداخت 1 میلیارد تومان برای 10 شب یک مداح رو با واگذاری هپکو با 1200 کارگر به 10 میلیون تومان از طرف سازمان خصوصی سازی ها یک فرد ممنوع خروج، تصویری از قدر و ارزش کارگران به پا خواسته رو در این نظام آدم میتونه ببینه. و الان روزنامه قانون به دلیل همین افشاگری زیر فشار نیروهای سرکوبه و پلیس ریخته اونجا که بتونه امنیتش رو تعیین کنه. هیچ معلوم نیست که واقعا بر سر این روزنامه و خبرنگارانش چی بیان. تو تله هفته گذشته خبردار شدیم که عده‌ای از ناشنوایان روبروی شورای شهر تهران تجمع کردند و به عدم استخدام ناشنوایان در مجموعه های دولتی به شهرداری ها سخت اعتراض داشتن. یک خبر دیگر هم بگم بعد نگاه شما رو به این مجموعه خبرها بشنویم. رفیق شاگونی، یادتون هست که در تهران بزرگ توی میادین ها و پارک شهر مجسمه ها رو می دزدیدن و بلند می کردن و یکی پس از دیگری هر شب این خبرها یا طول هفته بازتاب پیدا می کرد. در شیراز طول هفته خبر رسید که شهرداری شیراز به مناسبت محرم تندیسی رو به نام میدان نظری توی پارک افتتاح کرد. 3 روز بعد از افتتاح این تندیس مس بزرگی که بهش آویخته بود به این تندیس به سرقت رفته. هیچ هم معلوم نیست که چی به چی به چی به چی. یعنی نشون میده که در کشور ما چه خبره و چه خبره. به پاس 2 تحرک بزرگ که در سطح خیابان‌های پرشمار ایران به ویژه در تهران و چند استان توسط بازنشستگان کشوری و لشکری و فرهنگی صورت گرفت، از یک طرف فرهنگیان اعلام داشتند که در روز 13 مهری که پیش روی ماست به مناسبت روز جهانی معلمان میخوان یک بار دیگر به خیابان بیاید. میخوام ببینم که شما این مجموعه فضا رو چگونه میبینید در پیکر رویارویی های کارگران، چه در درون زندان، چه دستگیری ها، چه احضار ها و چه به خیابان آمدن نیروی ارزشی رنجوکار جامعه ما. حالا من فکر میکنم که همه اینها نشون دهنده این هستن که اولا وضعیت همونطور که اشاره کردید وضعیت طبقه کارگر واقعا غیر قابل تحمل شده. طبقه کارگر که میگم در معنای وسیع اونه، از معلم ها گرفته حتی نیروهای به اصطلاح اداری و فلان اینها، چون واقعیت اینه که خیلی ماجرای وسیعه. این طبقه کارگر رو در معنای محدودش بگیرید خیلی چیزا به هم می‌ریزه. خیلی از اونهایی که اصلا در واقع شغل ثابتی نمیتونن داشته باشن، همه چیزشون رو از دست میدن. در معنای مارکسیستی معنای چیز طبقه کارگر مفهوم وسیع‌تریه. تمام بهتره بگیم کارگران و زحمتکشان غیر قابل تحمل شده. اقتصاد ما در هم شکسته و دولتی که بر ایران حاکمه نه تنها به حق مردم اصلا به در حتی در سطح تئوری پایبند نیست، در سطح عملی واقعا فساد گسترده و بسیار همه جانبه ای در واقع ما را به سمت نابودی کامل میکشونه. توجه داشته باشید که اگر رضا شهابی ها رو میگیرند و در به اصلاح میخوان در واقع زنده به گورش بکنن، ماجرا اینه که قبلا هم کردن دیگه، میدونی که یه دیگر به زمانی دیگران اینا. بعد مسئله بر سر اینه که اگر رضا شهابی ها موفق بشن، اگر بتونن در واقع
حرفشون رو بزنند، مسئله اعتراضات کارگری و سازمان یابی کارگری غیر قابل کنترل خواهد شد. مسئله بعد از اینه که ارتباطات اینا رو با همدیگه ببینیم در رابطه با همه اینها. اینا مسائل جدا از هم نیستن، یک مسئله واحدی هستن، اونه که انسان ایرانی به معنای عمومی و شهروند ایرانی به معنای عمومی و طبقات محروم، کارگران و زحمتکشان کشور که در واقع هست و نیست کشور در واقع به موجودیت اونها، به کار اونها، تلاش اونها بستگی داره، هیچ حقی ندارن در این سیستم و وضعشون روز به روز خرابتر میشه و این مسلماً باعث شده که حرکت‌های آنها گسترده‌تر بشه، این غیر قابل تحمل شدن وضعیت و رژیم ناگزیر اینها رو سرکوب بکنه. چون اگه سرکوب نکنه به اصطلاح ماجرایی که پیش خواهد اومد اینه که قضیه گسترش پیدا خواهد کرد و مسئله ای که هستش اینه که آیا می شود جلو این حرکت به اصطلاح این مقاومت رژیم و سرکوب رژیم رو گرفت؟ به نظر من خیلی قطعیه که شما هم خبرها رو دقیق تر از من دنبال می کنید، همه خبرها هم در واقع اینو نشون میدن که در واقع این داره در حال گسترشه. همین به اصطلاح آگاهی کارگران، ارتباط گیری زحمتکشان و سراسری شدن این ارتباط ها، این مسئله مهمیه. مثلا یه دفعه بازنشستگان حتی تعدادشون هم اگه کم باشه از نقاط مختلف میان به تهران، مثلا با سن بالاشون توجه داشته باشید، بعضی هاشون با سن بالا میان اونجا و اینا، بعد با هم دیگه تماس میگیرند و کارهایی میکنن، یا معلم‌ها در این یک ارتباطات واقعا باشکو در واقع در سراسر کشور با هم دیگه مرتبط میشن، یا انسانهای شجاعی مثل رضا شهابی در واقع جانشون رو در دستشون گرفتند و برای این سازمانیابی در واقع پیشگام شدن. مسئله باید از اینه که دارن پیش میرن، جنبش داره پیش میره. شاید از رضا شهابی ها در همین جا در عنوان معترضه میگم که از رضا شهابی ها در این چیز تقاضا باید کرد که مخصوصا از چیز این انسان شریف که اعتصاب غذات رو اولا متوقف بکن، ثانیا حتما و حتما اعتصاب غذای خوش نکن. رضا شهابی رو لازم دارن کارگران ایران، نه تنها شرکت بزرگ سندیکای شرکت واحد نازد، اصلا کارگران ایران به چنین انسانهایی نیاز دارن، به چنین پیشگامانی نیاز دارن. توجه داشته باشید که اعتصاب 50 روزه، مخصوصا کسانی که اعتصابی کردن حتی خیلی کمتر از این، من دیدم اعتصابای 50-60 روزه 70 روزه رو در دوره زندان خودم و اینا، نه اینکه خودم 70 روزه زندان اعتصاب کرده باشم، واقعا مصیبتیه. بعدا عواقبش رو نمیشه جمع کرد، یعنی این یک نوعی در واقع مرگه. در واقع این مسئله خیلی مهمیه. رژیم بدش نمیاد که در واقع یه چنین چند نفر رو از این طریق حتی بخوشه، بعد بگه که ما زیر زور نمیریم و فلان و بهمان، و اگر هم عقب نشینی بکنن میدونید که انسانهای فداکار دیگری هستن که در زندانها همین راه رو ادامه خواهند داد. بنابراین که من به نظرم باید به این پیشاهنگان شجاع و شریف زحمتکشان ایران توصیه بکنیم، تقاضا کنیم ازشون، رفیقانه، برادرانه، خواهرانه، زیرا اینطوری خودتون رو به کشتن ندید، ما لازم داریم شما رو. منتها مسئله عبارت از اینه که ابعاد حرکت دامنه گسترده تری پیدا کرده. توجه داشته باشید که مثلا با وارد شدن معلم‌ها سابستا سازمانیابی سراسری زحمتکشان دیگه رویا نیست، یک ماجرای خیلی جدی هستش. ما باید اینها رو به اصطلاح جدی‌تر بگیریم و در ضمن این که مثلا سرکوب کارگران در عراق توجه داشته باشید که به جای اینکه معذرت بخواند و نمیدونم ویترین رو آراسته بکنند و فلان و بهمان، سوال اینه حقوق معوقه چرا؟ دیدید که حالا مطرح شده که اصلا حقوق معوقه به این خاطر که با سیستم بانکی ایران در واقع سیستم نزولخواری خیلی بیشرمانه، اون هم به عنوان همون که اشاره کردید مداح به اصلاح
ناچسی در واقع این همه پول میگیره به نام نمیدونم دفاع از خون امام حسین و فلان و بهمان، خب امام حسین ها دارن نابود میشن در همین عراق اصلا. توجه داشته باشید که راه حسین اگر چنین چیزی وجود داشته باشه همون راهیه که حالا کارگران عراق دنبال میکنن، در واقع نه اونهایی که مدداهی میکنن. بنابراینه که خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم به این ماجرا که شما نزولخوار هستید. ولایت فقیه بزرگترین دولت نزولخوار جهان رو سازمان داده و علت یکی از علل اصلی حقوق معوقه در ایران سیستم بانکیه که در واقع دستگاه ولایت سکان اون رو در دست داره. توجه داشته باشید. و همینطور بخش حساسی از این به اصطلاح شرکت ها فلان در دست سپاه و جهاد و نهاد که به دستگاه ولایت وابسته هستن. بنابراین که حقوق معوقه رو علتش رو میخواهید از این یا اون کارفرما با دستگیری نمیدونم مدیر شرکت آذرآب و اینها قضیه حل نخواهد شد. برید دنبال این که این مسئله عمومی تریه. در همه جا حقوق معوقه شما همه این خبرها رو دنبال میکنید، گاه شمار می نویسید و فلان، که دیگه روشن‌تر از من می دونید که قضیه به اصطلاح عمومیت داره. حالا در ایران یه مسئله عمومی است. یکی از علل اصلیش عبارت است از مسئله رباخاری و سیستم بانکی خاصی که جمهوری اسلامی درست کرده. عامل دیگرش البته اون سیستم همون خصولتی ها و نمیدونم سپاه و جهاد و آیت الله زاده ها و سردار ها و فلان هستن که بر اقتصاد همین مده ها فلان که بر اقتصاد ایران به اصطلاح چنگ انداختند و به عرش اعلا متصل هستن، کسی هم نمیتونه حریفشون بشه. مثلا به مجموعه ای که گفتید باعث این بنگاه ها رو هم اضافه کرد که مشخصا در سطح شهرداری ها که پرداخت نمی کنن حقوق کارگران رو، در خدمت بنگاه های پرشماری هستن که خود اون بنگاه ها هم از دولت طلب کردن و دولت هم که به هر حال کفگیرش به تای دیگ رسیده. توجه داشته باشید هر کسی رو شهرداری بهش اجازه نمیده که بنگاه نمیدونم دقیقاً هم به سیستم وابسته است. کاملا درسته. عزیز شعبی یاد کردید، بد نیست که از محمود بهشتی لنگرودی هم یاد بکنیم که همین چند روز پیش با زیب و قیصه حکمی براش برید و 5 سال بهش داد. با توجه به حکمی رو که پیشتر هم قاضی صلواتی بهش داده بود، این مجموعه به 14 سال زندان برای یک معلم شریف و یک معلم آزاده، معلمی که جز دفاع از مطالبه صنفی خودش و هم طبقه هایش هیچ چیز دیگری در واقع توی جامعه دنبال نمی کرد. متاسفانه و متاسفانه سخنگوی قوه قضاییه یعنی محسنی اجعی در مقابل چشمان 80 میلیون جامعه ما به دروغ گفتی که آقا ایشون به خاطر اینکه معلم بوده دستگیر نشدن، بلکه به خاطر وضعیت امنیتی. همون ادعاهایی که در رابطه با رضای شعبی دارن، در رابطه با اسماعیل عبدی دارن، در ارتباط با احکام صادره برای ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، علی نجاتی و دیگران به دروغ نسبت میدن. شما از تشکل سراسری یاد کردید، خوبه که در وقت محدودی که داریم به این مسئله هم توجه بکنیم. اساسا نگاه شما، البته من نگاه شما رو به دفعات شنیدم ولی خوش دارم که امروز هم به صراحت بشنوم، نسبت ما اون چی که ازش به عنوان تشکل سراسری یاد میکنید و همواره هم به استقلال اون میکوبید، این استقلال در چه کاتگوری معنا داره؟ استقلال از چی هست و چگونه میشه این استقلال رو در عمل اجتماعی تضمین کرد؟ ببینید مسئله اولا که نظر من نیست، توجه داشته باشه اصلا راهکارگر در واقع از اول موجودیتش اصلا رو این مسئله تاکید میکنه. درسته. از ضمناً این ابداع ما هم نیست، مسئله ایه که در واقع درک مارکسیستی از قضیه است. من همه اونهایی رو که علاقه من هستم به این بحث به فصل دوم مانیفست کمونیست ارجاع میدم که کمونیست ها و پرولتر ها رو روشن میکنه که رابطهشون چه هستش. میگه ما حزبی در داخل فلان تشکیل نمیدیم و اینا. بعضی ها اینو اینطوری فهمیدن که گویا اون موقع مارکس انگلس نظرشون در مورد حزب هنوز منفی بوده. واقعا اینطوری نیست. حتی بعدها میدونید که در مقدمه هایی نوشتم، مؤخره هایی نوشتم بر مانیفست، بعدن حتی انگلس تا آخر و فلان و اینا، ولی هیچ وقت اینا رو یادآوری نکرد. بعضی چیزها رو عوض کردن، گفتم مثلا
اونجا اینطوری بوده حالا اینطوریه، ولی این مثلا عوض میکنه. یکی از اون تزهای پایه مارکس و انگلس بوده و تزهای اساسی درک از طبقه کارگره. مسئله عبارت از اینه که کارگران جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی یا جنبش کمونیستی یکی نیستن. جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی نمیتونه بیرون از طبقه کارگر در واقع معنایی داشته باشه، در داخل طبقه کارگر میتونه نشونما بکنه و پایدار بمونه. ولی جنبش طبقه کارگر خیلی وسیع‌تر اونه، همه وسیع‌تر از اون هستش. همه اونهایی که در واقع برای مسائل مبارزات خودشون مبارزه میکنن ضرورتا کمونیست نیستن، طرفدار سوسیالیسم نیستن. مثلا توجه داشته باشید همین آلمان رو که انتخاباتش رو دیدید دیگه، چند روز پیش اتفاق افتاد و در واقع چپ‌ها ضربه بزرگی دیدن. اینو از جنگ جهانی دوم در نظر بگیرید، لااقل در آلمان فدرال، آلمان غربی، متوجه میشید که انتخابات رو نمیشه گفت تقلبیه، اتحادیه و فلان هم دارند و اینا. بعد منتها بیشتر در این دوره چه کسانی رأی آوردن؟ دموکرات مسیحی ها، یعنی راسته ها در مجموع، تا چپ ها، حتی چپ سوسیال دموکرات ها، یعنی دموکرات مسیحی ها بیشتر از جا. این را در سوئد شما هم میشه دنبال کرد و اینا. به عبارت دیگر مسئله عبارت از اینه که کارگران ضرورتاً کمونیست نیستن، سوسیالیست نیستن، هر کسی که کارگره. تفکیک بین دو این مفهوم، این دو مفهوم خیلی حیاتی هستش برای درک مسئله و بایستی قبول بکنیم که اتحاد کارگران خیلی حیاتی هست برای مبارزات اونها در سطح اقتصادی. به این خاطر که انگلس یادآوری میکنه و تاکید میکنه روی سه سطح از مبارزات طبقات بزلاس، مبارزه برای سوسیال. یکی سطح اقتصادیش، یکی سطح سیاسی است، یکی سطح فکری است یا ایدئولوژی، که هر چیزی که میخواهید بذارید. یعنی این دو سه سطح مستقل از هم هستند. مستقل نه اینکه به هم دیگه معنا ندارن. مسلمه که کمونیستا باید تلاش کنن، این تلاش مشروعی که بین کارگران نفوذ داشته باشن. هر حزبی هم چه کمونیست باشه، چه آنارشیست باشه، چه مونارشیست باشه، طبیعیه در یه دموکراسی تلاش میکنن که در بین کارگران نفوذ داشته باشن. ولی این مسئله که بایستی کارگرا حتما مثلا به مال به حزب مال ما مثلا به پیوندن، اگر تا اونجا پیش بره که به تفرقه در بین کارگرا و آشفته کردن اونها به انجامه، خیلی خطرناکه. مسئله ای که هستش در جمهوری اسلامی و دیکتاتوریا، این مسئله قبل از هر چیز یک مسئله امنیتیه. اینو باید توجه داشته باشیم. بنابراین وقتی استقلال میگیم، استقلال از دولت در وهله اول میکنم، فکر نمی کنم اپوزیسیون مخالفتی باید داشته باشه، حتی سلطنت طلبها. و مسئله بر سر اینه که استقلال از احزاب چطور؟ بعضی از مارکسیست ها متاسفانه فکر میکنن که بایستی، نه حق ماست که طبقه کارگر یعنی من، نه اینطوری نیست عزیزم. حتی مارکس هم چنین ادعایی نمیکرد، تجربه هم اینو نشون نداده. همون که اشاره کردم به آلمان یا سوئد شما خیلی روشنه که چرا. به هر حال اکثریت رای دهندگان در آلمان امروز کارگران و زحمتکش ها هستن، بورژواها ها از لحاظ عددی که کمتر هستن. چرا؟ مثلا در انگلیس اینو میشه مشاهده کرد، در جای دیگه. بعد مسئله اینه که کارگرا بایستی در تشکل‌های خاص خودشون رو داشته باشن. به اصطلاح مبارزات اقتصادی اگر معنا نداشته باشن، نمیشه پایه محکم توده‌ای برای جنبش سوسیالیستی به وجود بیاد. به نفع سوسیالیست‌ها و کمونیست‌هاست که طبقه کارگر در سطح اقتصادی همبستگی وسیعی داشته باشه. یک کارگر حتی سلطنت طلب ولی متعهد به مبارزات کارگران خیلی عزیزتره تا اینکه مثلا یک کارگری که کمونیست باشه ولی بخواد کارگرها رو متلاشی کنه برای اینکه به حزب من بپیوندید. این مسئله خیلی مهمیه. این نظر من محمد شالگونی نیست یا راه کارگر نیست، این نظر مارکسه. میشه مراجعه کرد این رو دید. بنابراین که
استقلال از تشکل‌های سیاسی هم مهمه. البته یه اشتباهی که بعضی وقتا آتیزا می‌کردن، حتی در انترناسیونال دو یه موقع می‌گفتن حزب تقدم داره بر اتحادیه و فلان و بهمان، بایستی اتحادیه‌ها تابع فلان باشن، ولی می‌دونیم که چه صدماتی این اتحادیه‌ها یه وابسته به احزاب سیاسی زدن. وقتی که تابع مثلا در سوئد شما تابع سوسیال دموکرات ها بشن، اون سوسیال دموکرات ها کنترل میکنن اتحادیه. همین کنترل رو مثلا دگبه هم در واقع اگر به سوسیال دموکرات های چیز وابسته است اون رو هم کنترل میکنه. در جایی که احزاب بخوان به اصطلاح چیزهای مختلف به وجود بیارن، مثل فرانسه 80 پاره میشه و در واقع سطح سندیکالیزاسیون، تشکل اقتصادی کارگران به شدت افت میکنه. اونم یه ضربه دیگری میزنه. بنابراین این مهمه. ولی در ایران ما امروز مسئله مهمتر اینه که نه تنها از استقلال از دولت مهمه، بلکه استقلال از احزاب هم مهمه و اینو رعایت کنن مخصوصا چپ ها، که جمهوری اسلامی بهانه‌ای به دست نیاره که مثلا معلم شریف لنگرودی رو به اصطلاح ببنده به مسئله امنیتی، رضا شاهابی رو ببندن به مسئله امنیتی، یا بگه کسی رو دید. اینا بابا به جای وابسته نیستن، خودشون حق دارن نظرات مختلف داشته باشن، مخالف هر چیزی که هستن حقشونه به عنوان شهروند، ولی اینها رو نبایستی بهانه داد در دست اژه‌ای ها و اینها که وسیله‌ای برای سرکوب طبقه کارگر این مسئله از این مسئله درست بکنه. سپاسگزارم شما استاد شلگونی. برنامه مجله کارگری ما زمانش خیلی محدوده، ولی من دوست دارم که این بحث رو با هم در گفتار دیگر ادامه بدیم. موانع موجود برای برشماری تشکلات مستقل رو بشمریم، نگاه دیگران رو نسبت به نقدی که به ما دارن اونها رو بهش نظر بیفکنیم. امیدوارم که در هفته دیگری اگر با هم باشیم، رضا شهابی پایان ببخشه به امر در واقع فرود خودش از اعتصاب تر به اعتصاب خشک، سالم از زندان به درون خانوادهش، به درون طبقهش بازگرده و ما را از این دلوابسی و دلنگرانی که داریم و شما هم بهش اشاره داشتید در بیاریم. برای شما بهترین ها را آرزو دارم، با آرزو این که گفتار دیگری رو با شنوندگان و بینندگان تلویزیون رای کارگر داشته باشید. زنده باشید، حتما در خدمتتون هستم و خواهم بود. زنده باشید. قربان. پیام کامتون باشید.